ببخشید جناب سمسام، اینجا یه کاری چیزی هست که بتونیم دست این دوستمون اینجا بند کنیم؟ چون میخواد وارد دانشگاه بشه، خرج تحصیلش میخواد در بیاره. خب چرا که نه، بعد از وصلت خانوادگی ما وظیفه‌مون رو در قبال اقوام انجام میدیم انشالله. انشالله که هر چه زودتر مریم خانم جواب قطعی و نظرشون رو بدن که من فکر میکنم مریم خانم و آقای انارکی جواب مثبتشون رو دادن تو مراسم خواستگاری پریشب. مبارکه. پس معطل چی هستین شما دیگه؟ فقط به خاطر احترام به رسوم. مریم خانم گفتن تا آخر ماه مبارک صبر کنید، ما هم گفتیم چشم. چیوت؟ سیا، نبود قاطی کنی. آبروریزی کردی که تو. یه لحظه وایسا. بابا من نمیخواستم حال تو رو بگیرم که. خودت باور نکردی. خودت خواستی به ثابت کنم. سیا، بابا خودت خواستی. گفتیم در رود با نکنیم آدم شید، تو هم خدا خواسته پیچونی رفتی دیگه. چی شده سیا؟ سیا با تو هم؟ یا چی شده؟ دعوا کردی؟ با تو هم ها؟ اینا رو کجا میبری؟ کجا میخوای بری؟ خبری؟ باشه برو، بفرمایی. فقط یاد باشه من واسه چی اینجا. خیلی نامردی، خیلی. باشه بینم، باشه همه شر شده، حالا میخوام بذاری بری؟ بلم کن مجید، به جون محسن اگه بذارم بری تا پول دانگ تو ندی، یا پا تو از این خونه نمیذاری بیرون. راست میگه، این وسط حق و تردیس همه حق و لبونه شد. باشه دیگه، سب کن بینم 50 تومن من گم شده، تا پیدا نشه کسی هر نداره از این خونه بره بیرون. بله 50,000 تومن تو رو من برداشم. نه سیاه شون 50,000 تومن سیاه جون من وقت دیگه، به جون محسن اگه از رو جنازه رامی رد شده. محسن حسنه ندارم، ولم کن. بی خود حسنه نداری، این همه بند و بسته دو انداختی، این همه آدم علف خود کردی، حالا حسنه نداری؟ غلط کردی که حسنه نداری. غلط میکنم، حالا میگی چی؟ ها میگی چی؟ یادیون چرا جوش میاری؟ قربونه دارم، بگو کم آوردم، فسفر مغزم ته کشیده، میخوام برم بیرون یه دوری بزنم، اون وقت ما با بچه‌ها میارم بدم خونه مجیدینا. آره من خودم قبل از اینکه ازدواج کنم یه مدت کوتاه 7 8 روزی انقدر عاشق بودم هر شب میشستم گریه میکردم بهش خرق دست. بابا ول بابا کجا دارم حرف میزنم؟ تو اگه جای مجنون بودی بس کارو می‌خواستی بکنی ها؟ میدونی چه شرطی جلو پاش گذاشتن؟ بهش گفتن این کوه البرز رو با تیشه همه رو بکنی. البرز نمو بیستون، بعدش همون مجنون نبود و فرهاد بود. آره اگه فرهادم رفیقاش مثل من بوده از همون اول من میکرد میرفت. صبر کن ببینم رفیقاش؟ وایسا ببینم کدوم رفیقاش؟ محسن؟ مجید؟ رامین؟ یا اینکه حامد؟ از این بپرسی. من؟ آره تو، خوش زده به خریت که هیچی نمیدونه. پسر یکی رفیقای باباش اومده خواستگاری خالش، جواب بلرم گرفته، روز عید فطرم عقدشونه، فقط این واسه سر مکانا رفته. چونه سیا راست میگی؟ تو نمیدونی؟ من آورده توی خونه که بیرون بیخبر باشم. بابا این به زور ما رو آورد توی خونه، من واسه تو نقشه کشی بودم، خواهی من به زور تو رو میاردم توی خونه، نه که تو به زور ما رو بیاری این خونه. شاید اصلا به دروغ گفتم. خودم رفتم شرکت یارو، اسمش سمسامه، دکتر شیمیه، تاجره، شرکتش هم دوغیتری هست. ای بابا، شنونده باید عاقل باشه، آخه یه همچی آدم میاد فامیل ایناشه؟
حالا شما برید تو، من خودم تطویق قضیه رو در میارم. بیا بریم، بیا بریم دیگه. سیاوشان یه دقیقه بیا. میگم ببخش، من همین الان تازه یادم اومد من این پوله رو گم نکرده بودم. دفعه قبل اومدم آشغالا رو بذارم دم در، دادم به این رفتگره. ببخش. دروغ گفتن بهش ماما. پس صبح هم واسه همین اومده بود اینجا. بالا ما رو انداختن تو اچر. حالا چی برم بهش بگم؟ با چی بگم نداره. کدوم خواستگار؟ میگم شاید بابا یه چیزایی بدونه. خلی تو اما. میشه کسی بیاد تو این خونه خواستگاری ما ندونیم بابات بدونه؟ مامان این رفیق تو یه ریگی به کفشش هست. یا دیده نمیتونه دانشگاه قبول شه اینو بهانه کرده که جا بزنه، یا میخواد ما رو امتحان کنه. بابا این حرفا کدومه؟ سیاوش رفته شرکتش، باش حرفم زده، حتی یارو به سیاوش گفته که مریم خانم جواب علرم داده. بی خود کرده؟ من اصلا قصد ازدواج ندارم. البته حالا حالا ها. آخه بمیرم برات مادم. لابد یکی خواسته اذیتش کنه. حالا چرا با آبروی ما بازی کرده؟ یه راهی داره. چی؟ تو برو آدرس شرکت طرفو بگیر، بریم ببینیم کیه، واسه چی این حرفا رو زده. باشه من خودم میرم. خداحافظ. بمون نیم ساعت دیگه اذانه. افطاری تو بخور و برو. نه بابا برم زودتر خبرش به سیاوش بدم. بدبخت دق کرد. مجید تو رو خدا بشینید بخونید. نه ترس خاله میخونه. این خر داره میخونه. فقط فکر قبول نمیشه. میگم خاله اگه رفتم شرکت یارو دیدم آدم حسابیه، میخوای بگم بیا خواستگاری؟ این سیاوش قبول بشه نیستا. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. سلام. سلام. جا زدی نه؟ شکر خدا. مونده بودن چجوری پسر از سر وا کنم. خوب گزکی دست ما داد. سیاوش؟ تو هم با این پسر نگرد. یه فکری واسه خودت بکن. یا برو سربازی یا کار پیدا کن. فلان که داریم درس میخونیم واسه دانشگاه، حالا اگه قبول نشدیم چش. اگه درس میخونی پس اینجا چیکار میکنی؟ الان اومدم یه سری جزوه اینا داشتم اینجا. با زبون روزه دروغ نگو پسر. چش. خب خداحافظ. به سلامت. میگم عاشقی هم خوب چیزی ها. آروم آروم. میگم عاشقی هم خوب چیزی ها. آقا ما یه فامیل داشتیم این چاق بود، هر کاری کرد دکتر رفت، رژیم گرفت، هر کاری کرد لاغر نمیشد که نمیشد. زد یه چند وقت بعدش عاشق شد، همینطور خود به خود یه دفعه 20 کیلو لاغر شد. الان هم هر موقع احساس میکنم داره اضافه وزن پیدا میکنه باز عاشق میشه. تو هم فکر کنم یه 30 کیلویی باید وزن کم کنی. نیومدی ناشش. بابا بیا فعلا افطار تو بخور میادش. چی درست کردی؟ همون دستور غذایی که عقد دست داده بود دادم به نیمروی ایتالیایی با پیاز. آره آره بیاد بخوری. بریم افطار. چی شد مجید؟ چی شد؟
بچه ها فقط جان من سه نکنی نه با تو هم از سایم خرابکاری نکنی نه خیال جمع باشه ایداد بیداد چی؟ هیچی همینجوری ایداد بیداد چی ایداد بیداد؟ هیچی سیاه جون منظورش اینه که ما خیلی متاسفم که سرت کلا رفته و یه آدم پولدار اومده خاله مجیدو بگیره اون وقت سرتو بی کلا میمونه همین بله منظورم دقیقا همین بود تو آدرس شرکت یارو رو داری؟ ول کن بابا دیگه همه چی تموم شد میخوای به چی بگی آخه چیزی که نمیگم ولی هر جور شده نمیدارم این دوتا با هم ازدواج کنن ببخشید منظورت از اینا سیاوش و خالته؟ یعنی خالش اون یارو پول داره دیگه حالا چجوری مجید؟ دیگه حالا یه کاری میکنیم یارو تا آخران بیفته تو رخت خواب فقط هستین یا نه؟ من هستم تا آخر رفاقت آقا یه بلایی سر یارو نیاریم بمیره اونو دیگه محسن برقول بده که قرار بشینه پشت ماشین اگه با 70-80 تا سرعت بزنیم به یارو کار تمومه بعدش هم فرار تو چرا دستو میذاری؟ منم هستم دیگه دیوونه یارو تو رو میشناسه پر هممون گیر میافته نمیخواد تو بیاد تو بمون ما خودمون میریم انجام میدیم فقط اسم یارو آدرس شرکت رو بنویس بگش با ما بچه به خدا شرمنده من تازه فهمیدم شما کی هستی من جبران میکنم اگه یه روز مونده باشه تا آخر عمرم جبران میکنم به جون مادرم تو زنگ گرفتن همه تون پیش قدم میشم اصلا فکر نمی کردم اینجوری باشید میگم حالا من که زن دارم چی باست من چطوری میخواد جبران کنه ولی آقا واقعا مواظب باشه وقت نیاد جبران کنم این اگه بیاد وقتی ما داریم زن میگیریم مثلا بهمون زن نمیدن میگم بچه حالا که نمیتونه رفاقت منو جبران کنه میشه به جاش من امشب نیم روشو بخورم بخور میشه جینت بخور آفرین خدای آب خوش اگلی این انانکی نباید پایین بره اینا منو خورد کردن اینا منو داغون کردن اینا منو داغون کردن داغون کردن آخه این چه دنیاییه یکی مثل من انقدر احمق انقدر ساده یکی مثل این انارکی شالاتان خودت تو خودت باید حق من از اینا بگیری تو خودت باید حق من از اینا بگیری تو خودت باید حق من از اینا بگیری خودت حق من از اینا بگیری من که از اینا نمیگذرم من از اینا نمیگذرم چرا با من من چه گناهی کردم مجید یه زنگ بزن بابات ببین هنوز زنده است چطور مگه آخه با این ناله و نفرینی که این کرد فکر کنم تو الان قلبش واسده نه فدای سرت پسر ببین چه گریه ای میکنه یادش بخیر من خودم یه مدت کوتاهی عاشق بودم هر شب میرفتم تو توالت خونمون گریه میکردم خیلی با صفاست چی؟ توالت خونتون؟ نه بابا عاشقی آقا بریم بریم که بریم دیگه Thank you.
وایسید. نه کجا دارید میرید؟ چرا منو سحری بیدار نکردین؟ سیا ما رفتیم در روی هیچ کس وا نمیکنیم. ما اومدیم زنگ میزنیم سری در واکو میایم تو. خدافظ. کار دست خودتون ندید. سیا جون ما میریم مشکل حلش کنیم، تو خیالت راحت راحت باشه، برو تو. خدای خودت رحم کن. I will check it with manager and then I will call you again. Yes. بله. بله چند لحظه گوشی. Maybe tomorrow. Okay. Goodbye. بله بفرمایید. شما؟ بله سلام آقای مهندس. بله بله. بله همه رو هفته پیش تو جلسه مطرح کردیم. بله چشم حتما. حتما بهشون میگم. خواهش میکنم. خدا حافظ. میگه ما عوض مدیر عامل شرکت بریم سیاوش از ازدواج منصرف کنیم. واسه چی؟ بله خب احمق حماقته که صاحب همچه شرکتی خواستگار خالته اون وقت سیاوش میخواد شوهر خالت بشه. دهنتو ببن آقا. چیزه یه باشه میریم رد کارم. نه بابا کلی پول این دسته گله. حتما بهشون میگم. میگم راستی بانگ سیاوش هم یادمون باشه بگیریم. ببخشید در چه رابطه میخواستیم با آقای سمسام صحبت کنید؟ یه مورد خصوصیه، زیاد وقتشون نمیگیریم. بسیار خوب بفرمایید تو. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام. بفرمایید. خیلی زحمت کشیدین. این گل به چه مناسبته؟ این گل به مناسبت شرکتتون. تأسیسش؟ بله مبارکتون باشه. ولی ما اینجا رو 15 سال تأسیس کردیم. نه منظورم این بودش که به مناسبت قشنگی شرکتتون آوردیم این گل رو. بنده در خدمتتون هستم، بفرمایید. جناب ببخشید شما آقای سمسام هستین دیگه؟ بله بفرمایید. ببخشید ما فکر می‌کردیم شما یه خورده جوان‌تر باشین. مگه الان خیلی پیرم؟ خب برای ازدواج با خاله ایشون یه خورده بله. ازدواج چیزه، من فهم میکنم یه اشتباهی شد. ما در رابطه با آقازاده جناب علی مزاحم شدیم. کامی؟ باز تو مرسه خرابکاری کرده؟ نه 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 ببخشید، منظور دوستانم پسر بزرگ شما هست. من فقط یه پسر دارم. جناب راستشو بخواه ما دنبال آقایی هستیم به نام سمسام که شرکت بازرگانی دارن، دکترای شیمی هم هستن. خودم هستم، بفرمین. میخواستیم با تون صحبت کنیم که چرا شما این دروغو به رفیق ما گفتیم؟ کدوم دروغ؟ ما می‌خواستیم با شما صحبت کنیم که شما منصرف بشید. از چی؟ از ازدواجتون دیگه. شما یه 10-12 سالی دیر تشریف آوردین. یعنی شما 12 سال پیش ازدواج کردین؟ ایرادی داره؟ بله. اولش اینه که آدمی که ازدواج کرده دوباره میخواد زن بگیره. دومیش اینه که کی گفته من زن دارم؟ نداری؟ نه. خدا رحمتشون کنه. کیو؟ خانومتونه دیگه. مگه مرده؟ مگه نمرده؟ نه. ما متارکه کردیم. قضیه واسه منم جالب شد. جریان چیه؟ ببینی آقای سمسام، ما میخوام از شما بپرسیم چرا الکی به رفیق ما گفتیم که خواستگار خاله ایشون هستیم؟ خاله ایشون کی هست؟ همین خواهر مادرشون. خواهر زن پدر من، آقای انارکی. ای بابا، مریم خانم دیگه. مگه شما دیروز با رفیق ما راجع به مریم خانم صحبت نکردین؟ نه. پس راجع به کی صحبت کردین؟ من اصلا دیروز شرکت نبودم. چرا نبودی؟ به تو چه ربطی داره بودم یا نبودم؟ ربطش اینه که ما نمیخوایم شما با سیاوش ازدواج کنید. اون داره به عشق آقای انارکی درس میخونه که پس فردا کنکور قبول شه بره دانشگاه و خاله شما به مریم خانم بگو. من معذرت میخوام. ببخش رامین جان.
شما یه چند لحظه بیرون باش، من الان میام خدمتتون. خیلی بد ببخشید، من عذرخواهی میکنم. ببینی آقای سمسام، من فقط یه سوال از شما دارم، اینکه دیروز کی تو این شرکت بوده و چرا به رفیق ما دروغ گفته؟ بله بله آقای سمسام. نه خیر، فقط من کلیدو دارم و شما. خواهش میکنم. ببخشید خانم، دستشوییتون کجاست؟ من عصبانی که میشم حالم بد میشه. بله بفرمایید. ببخشید این خودش بسته میشه؟ بله بسته میشه. چه این دور؟ تو رو خدا ببخشیم، سوء تفاهم شده. خب اجازه میفرمایید؟ نه، حالا من میخوام چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. فرمودین خاله شما قصد ازدواج دارن؟ سلام سوسن. کجایی تو؟ هیچی بابا، نازی تو خونه بند نمیشد، بردمش خونه مامان تینا. سمسام اومده؟ آره مهمون داره. حالا چرا آروم صحبت میکنی؟ چه میدونم، فکر کنم قضیه دیروز لو رفته. سمسام ازم پرسید کلید دیروز به کسی ندادم. آخه چطور لو رفت؟ چقدر بهت گفتم با تنابه این رفیقت سیامک نرو تو چا. میدونی اگه سمسام بفهمه چیکار میکنه، جفتمون از شرکت مینازه بیرون. دیدی که چقدر پیله کرده بود؟ یه بند اصرار میکرد. تو رو در راستی گیر کردم. خیلی خوب، پاشو برو اجا قایمشو نبینم. پاشو. ببخشید. خواهش میکنم بفرمید تو. چی شد آمد؟ هیچی، اون کاری که نباید میشد شد. زدینش؟ آقا جان وقت قصه گفتن نداریم، زود باشی لباساتون جمع کنیم بریم تو ماشین بعد دریم. حالا کجا بریم؟ یه جایی که کسی ما رو نبینه دیگه، یه چند روزی هم نباید تو خیابون آفتابی بشین. مگه چه غلطی کردین؟ بچه‌ها میگم اصلا بیاین همینجا بمونیم، لااقل از درسمون هم عقب نمیمونیم. خب اینجا که کسی پیدامون نمیکنه. خب نابغه اگه ماشینمون تعقیب کرده باشن اینجا رو بلدن، میام میرید هممونو میگیرن. ای وای الان میام میگیرنمون که. بابا برای چی بگیرن آخه؟ مگه ما خلافی انجام دادیم؟ راست میگه دیگه، خلافی نکردیم. کشتن جز خلافا حساب نمیشه. آقا جان بریم دیگه. بابا شما چرا اینقدر میدوین این ور اون ور؟ کیو کشتیم آخه؟
اون موقعی که جناب علی از اتاق مدیر عامل رفتی بیرون ما سمسامو کشتیم دیگه. شوت بس اشتباهی کشتینش. من سمسام تقلبیه رو بیرون دیدمش، شوهرم و خانم منشیه بود که بیرون نشسته بود. این از حرفاشون فهمیدم همونیه که دیروز با سیاوش حرف زده سر کارش گذاشته. یه بار دیگه بگو ببینم چی گفتی تو؟ چی گفتم؟ گفتم دیدمش. این موقعی که شما داشتین تو اتاق سمسام پیره رو میکشتین، این سمسام جوون تقلبیه رو بیرون دیدمش. شوهره همون خانم منشیه بود که اونجا نشسته بود. آره. بعدش هم که این سمسام پیره اومد بیرون شما رو بدرقه کنه، این سمسام جوون تقلبیه در رفت. بابا درست حرف بزنه. این سمسام. آره. هیچی بابا، ما می‌خواستیم سر کارت بذاریم. مونتا این رامین شوت نمی‌فهمه این وسطش پارازیت میده. ولی من راستشو گفتم ها، من دیدمش. به جون اقدس راست میگن. ببینم پتو چرا اینو زودتر نگفتی؟ خب خواستم به خود سیاوش بگم که براش سورپریز باشه. خب پس براش چی گذاشتی در بره؟ آخه خانومش هم نشسته بود، دیدم جلو خانومش بزنمش خجالت میکشه. خب سیاوی مشخصاتی که از یارو داره میده مشخصات همونیه که تو دیروز دیدی؟ خود خودشه. خب فهمیدیم شوهر منشیه است. فقط باید بفهمیم زن و شوهر چرا واسه این نقشه کشیدن. ای راستی اسم یه نفر دیگر هم میگفتن. سیامک؟ سیامک؟ داداش منه. کجا باز؟ من باید برم این شرکته ببینم موضوع چیه. خوبه دیگه؟ امسان همه پزشکی قبولی. البته من میخوام دندون پزشکی قبول شم. سیا نری شر بپا کنی ما رو بزونی. سیا اگه مدیر عامل راجب خاله مجید پرسید یه وقت جا نخوری ها. مثل که اونم قصه ازدواج داره. سلام علیکم. سلام آسیامک. که هنوز اینجایی؟ مگه قرار بود کجا باشن؟ ای بابا من فکر کردم با اون ماجرایی که دیروز بردمت دیدی تمام خرتپرتا در اینجا جمع کردی گذاشتی رفتی. آره اتفاقا داشتم الان میرفتم یه آژانس بگیرم که بیام خرتپرتامو جمع کنم مثلا برم. قربون سیاهی عزیز خودم. آخ چون پا بیخیال دختره شدی ها؟ آره بابا دختری که اصلا میخواد با یکی دیگه ازدواج کنی که به درد من نمیخوره. آفرین آفرین. اتفاقا من گفتم بیام کمکت که اگه خرت و پرتی چیزی داری بذاری کوله داداشت واسه دارن. نوکرت هم اتفاقا یه سری خرت و پرت تو گلخونه دارم. بیا بریم کمک با هم جمع کنیم. بریم. خب دیگه چه خبر؟ اینجاست؟ عجب جای باحالیه. کیف میکنین ها؟ آره. ببین سیامای سری خرت و پرت اینجا دارم. بیا با هم جمع کن. چشم. اینا هاش پشت این ستون است. خب این کدوم هاشه که اینا هاش خرت و پرت و آتشخاله. بگو کدوم میشه که من اونا رو بردارم بیارم. زیا زیا کجا رفتی؟ زیا جون مامان وایسا بیا اینجا ببینم. چرا در رو قفل کردی زیا؟ عجب زیا سیا من قلبم سکته. یه سیا جون مامان تو خونه نگران نمیشه. بیاین درو وا کن سیا. وای